سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام این هفته هفته 160 شست... نه هفته که نه قسمت 160 و, و ماست و این هفته نهم فصل چند؟ چهار چهار آفرین جونم براتون یکی که هنوز فرزاد نیست فرهادم نیست خودمونیم و اینکه الانم اینجا تاریک میشه <applause> توضیح بدم من در اون مورد ببینید ما خب چیزمون رو در واقع ویدیومونو رو با گوشی میگیریم با گوشی موبایل و ما معمولا روزایی که در واقع توی روز موقعی که میگیریم خورشید به اون سرعت غروب نمیکنه دیگه میذاریم این فوکسش رو لاک میکنیم که دیگه زیاد عقب جلو نشه ما این اشتباه کردیم برای سه شنبه و لاک کردیم و نورش هم لاک میشه و اینکه دیگه با نور مثلا هفت شروع کرد تا هفت و نیم دیگه حالا آره همیشه ظهر ضبط میکنی اصلا به غروب نمیرسی آره. یه اتفاقی افتاد دو بار ضبط کردیم گفتیم دیگه بله و... میدونم و و اینکه جونم براتون میگه اگه آخرش هیچی چی معلوم نبود قضیه اینه شما به بزرگی خودتون روشن. آره حاجی رنگمو میره خب جونم براتون دیگه چیز داریم بگیم قبل از اینکه شروع بکنیم چیزی داریم مثلا صحبتی بکنیم در موردش این نه. طور اصلا میتونیم شروع کنیم خیلی خوب بفرمایید یه شعر براتون بخونم ازل حافظ بخونم ببینم میگن که حضرت حافظ لسان الغیب میگن که دردم از یار و, و درمان نیز هم لسان الغیب بله زبانه. زبانه, که از غیب میاد بله فرمودن که دردم از یار و درمان نیز هم دل فدای او شد جان نیز هم حالا میخوایم بریم به استقبال عشق و درد و مغز و کوکاین جون. تو این قسمت اوکولیکو، اوکولیکو. اینایی که من میگم از اینجا به بعد یه بخش خیلی خوبی شو از یه تتاکی برداشتم که سال 2008 خانم هلن فیشر اجرا کردن به اسم The Brain in Love که ایشون در رابطه با تأثیری که عاشق بودن و توی عشق توی رابطه عاشقانه بودن روی مغز میذاره صحبت میکنن بعد ایشون خودشون انسان شناس و محقق رفتار انسانی هستن این تتاکشون هم خیلی معروفه مال سال 2008 دوست داشتید برید ببینید یه تیکیش یه شعری می‌خونن از یه شاعر سرخپوز که اونم من میگم حالا با حافظ شروع کردیم با یه شاعر سرخپوز ادامه بدیم همون زبان سرخپوزی شعرام میگی من ترجمه فارسیشو میگم ایشون ترجمه گفته بود میگن که آتش در بدن من روان است به واسطه درد عشق تو درد در بدن من روان است به واسطه آتش عشق تو درد در وجود من غلیان میکند به واسطه عشق من برای تو و آتش عشق من برای تو بعد میفرمایند که این درد که در حالت به جوش اومده قرار داره شوله ورتر هم داره می hey. میشه هی چرا میخندی؟ یاد <میش> الهی خوب میگن <میش> <میش> می که من به یاد من به یاد دارم تو چی گفتی به من من به عشقی که تو برای من داشتی فکر میکنم من قطعه قطعه شدم به وسیله عشق تو برای من درد و درد و همینجور هی درد بیشتر با عشق من کجا می روی؟ به من گفتند از اینجا می روی. به من گفتند من را اینجا تنها می گذاری. بدن من از اندوه سر شده عشق من به یاد داشته باش چی به تو گفتم خدا حافظ عشق من خدا حافظ خدا حافظ. به نگاه کنید توی اکثر فرهنگ حالا ایشون توی تتاکشون میگفتن توی حالا همه فرهنگ از عشق صحبت شده و توی همه‌شون از عشق و درد به یک جا یاد میشه یعنی شما فرهنگی رو پیدا نمیکنی که اولا توش عشق نگن بعد اینکه عشق و درد همیشه یکسان حالا ما چرا حافظ رو گفتیم این شاعر سرخپوست است نمونه‌های دیگه ایش هم توی فرهنگ‌های دیگه هست اینا همیشه با هم میان بله و, دیگه... و درد خودم با هم میان آره درست یه جو دیگه هم گفتن که جدا شدن در واقع جدا شدن از کسی که شما بهش علاقه داری تنها چیزیه که ما نیاز داریم از جهنم بدونیم یعنی اصلا این درد و رنج رو نسبت میدن به دردهای جهنمی که از گیس آویزون میکنه آدم ناخو... میکنن ناخونه بلند میکنن تیغ میزنن زیرش خب بعد آها از یه سری آدم رو جمع کردن همین تحقیق این خانومه میگن که ازشون پرسیدن که تالا شده با کسی که خیلی دوستش داشتی به هم بزنی و کسی که تو در واقع اون تو رو خیلی دوست داره به آره هم برعکس این دیگه آره یا این این خودت آره. دوستش داشتی به هم زدی یا اینکه اون دوستش داشت تو رو خیلی دوست و تو میدونستی و با باش به هم زدی نه اینکه همون شو. نه دیگه یا تو دوستش داشتی با طرف به هم زدی آره, دوست... آره یا اینکه تو واقعا نه وقتی تو عاشق بودی طرف با تو با هم زده آها. یا اینکه طرف عاشق تو بوده و تو باهاش به, به هم زدی آها. این همیشه دو... یه بر قضیه خیلی بهش فشار اومده دیگه اونی که عاشق بوده و باهاش به, به هم زده شده و اینو از یه سری آدم پرسیدن میگفتش که 95 درصد آدم ها چه مرد زن جواب بله دادن به هر دو سال یعنی برد. یه جایی از زندگیش با کسی به هم زده که اون کس خیلی عاشقش بوده یه جایی هم باهاش به هم زده شده وقتی که خیلی عاشق طرف بوده بله شطوری بوده که در همه خونه‌ها خوابیده بله بعد دیدیم مثلا با اکثر این که تازه به هم میزنی به هم میزنی به هم زدن صحبت میکنی چی میگن میگن که چی میگن ما هر حرف داریم با به هم میزنی میگن که دیگه نمیتونم این زندگی رو ادامه بدم من اصلا بدون فلانی نمیتونم جمله همیشه یکسانه درسته بعد پشت سرش و زاری اینا هم میاد و داستان چیه اینه که این حس قویه از کجا داره میاد کجا میاد قوی ترین حسایی که یه انسان در طول زندگیش حس میکنه و چی بوده که توی این 6 میلیون سال فرگشت یا تکامل بشر این حسه کجا به وجود اومده و توسعه پیدا کرده و اصلا کاربردش چی بوده بله حالا اون اپیزودی که با مینا صحبت میکردیم مینا اشاره کرد دیگه چیزی به اسم مینا حالا... سلام مینا سلام چیزی به اسم دل یا قلب وجود نداره که ما میگیم مثلا احساس از دل و قلب میاد همش توی مغزه تمام آه. این اتفاقات داره توی مغز ما میفته و جالب بخشی که مربوط به عشق یه بخش خیلی کوچیکیه که توی لایه های پایینی مغزم قرار داره که از غذا مسئول ترسم هست حالا بعدا اشاره میکنم که چطوری و این بخش میلیونها سال قبل از بخش مربوط به منطق و اون بخش حالا ریزنینگ یا اون زمانی که شما دلیل میارید و مسئله حل میکنید و اینا به وجود اومده درست یعنی ها قبل از آدمای منطقی به وجود اومدن یعنی از طرف اول عاشق شده بعد منطقی شده آره یعنی اون بخش عشقی خیلی زودتر به وجود اومده توی مغزم میلیون ها سال بعد طول کشیده تا اون بخش مربوط به منطق و داستانه دیگه به وجود بیاد درست بعد براتون بگم که آها. این حالا این بخشی که گفتم خیلی بخش کوچیکی از مغزم هست سلولای اون بخش دوبامین ترشح میکنن و اسپری میکنن به بخش های دیگه مغز. دوبامین چیه؟ ماده ای که توسط نورون ها ترشح میشه که سیگنال بده به نورون های دیگه. بله. و تاثیر میذاره روی احساس و در واقع حس لذت و درد شما تو زندگی. ما <applause> از اون پشت صحنه میخوام بیان. شما بفرمایید. شما بفرمایید. بای. براسمون دیگه بعد از زنه ای که رد شد بفهمیدش اشکال نه. خب میفهمم. این بخش مغز که دوپامین هم ترشح میکنه مر... کار دیگه هم انجام میده در واقع اون حس خواستن شدید انگیزه تمرکز یا اون اتش زیادی که شما ممکنه تو زندگیتون داشته باشید همش از دوپامین میاد آ... همش از این مغزه میاد که این, مغ... این, بخش از مغز میاد که این بخش از مغز در واقع دوپامین هم ترشح میکنه دوپامین هم ماده ای که باعث شادی هم میشه دیگه شادی میشه آره که ورزش میکنی دوپامین ترشح میکنی آره. لبخندت اینجوری که میاد زیر لبتون. آره آره و حالا داستان چیه؟ داستان اینه که این بخش از مغز که گفتیم شما کوکائین هم که بزنی همین بخش فعال میشه خب برای همینی که شاید شنیده باشی میگن که اش دقیقا خوب. همون تاثیری رو روی شما داره که کوکائین داره این درسته درست مغز آدم ها رو گذاشتن زیر دستگاه امارای یا آشه رو گذاشتن یا اون که کوکس گذاشتن دیدن اینن یه جایی از مغزشون فعال داره میشه و اون حس لذت در واقع یکسانه. بله. حالا این خانم خیلی جالب میگفت هم میگفت که شما کوک بزنید حتی اگر خوبش یه مدت هایی میاد بعد میای پایین <تصفح> ولی عاشق بشی دیگه شدی میگه عاشق که بشی طرف تو مغز کمپ زده درسته نمیره دیگه همونجا میمونه آقا بعضی هم خب شل میکنن دیگه بعد از یه مدت آره حالا اون داستانش جداست اوکی اون این مال اولش اون اول راهاتی که خیلی داغه و دیگه به خودت میگه این دیگه آخر دنیاه آره این مال اون اولشه بل. و جالب میگه که وقتی که تو توسط اون کسی که عاشقشی ریجکت بشی یا حالا یا ردت کنه باید به هم بزنه یا هرچی میگی بیشتر تر جذبه طرف مقابل میشی بله. یعنی دقیقا اون با هم زدنه باعث میشه که تو علاقت بیشتر, بیشتر هم بشه, بیشتر. آره. و این دقیقا همون دلیلیه که باعث میشه یه سری آدم ها که خیانت میبینن یا بهشون بدی میشه یا هر چیزی برعکس بیشتر جذب طرف مقابل میشن تا اینکه دورتر بشن اگه دور براتون دیدید بدونید دلش اینه و من حالا اون هم گفت هر چی دور میشی بیشتر و بیشتر من دوست دارم بیشتر و بیشتر این همونجا میاد میگه بیشتر هم داش حال و خب نگاه کنید اون اوایل دوستی اونایی که بلدن که شول صرف کن و کجا در بیارن همش توجه نکنن یه وقتایی بی توجهی بکنن اونا موفق ترن دلیلش همینه درست طرف میبینه که خیلی قابل دسترس نیست و سختره و این در واقع سیستم بدن باعث میشه که اون بیشتر به اون آدم حس نیاز بکنه و وابسته تر بشه تو انگلیسی هم اش میگن دیگه میگن play hard to get یعنی آره برای اینکه سخت بازی کن برای بیا. بیار آره. یا تنگار در بیار بعد آها اومدن مغز کسایی که تازه باهاشون به هم زده شده یعنی عاشق یکی بودن اون عاشقشون نبوده باش به هم زده نه کجا پیدا میکردن همین <applause> داشت میگو ما اینا گذاشتیم زیر دستگاه امارات خیلی هم سخت بود با این مدل آدم دیل کردن خود خانمه داشت میگو بعد دیدن که سه بخش از مغز اینا خیلی فعال بوده بخش اول چیه؟ همون بخش مربوط به اون قسمت کوچولو هست که گفتیم راجع به لاوه آره و میگه که وقتی شما یکی باد به هم زدین آخرین چیزیه که میخوای که هنوز عاشقش باشی ولی در واقع هنوز عاشقش میونی و اصلا فراموشش هم نمیکنی بیشتر هم دوستش داری و میگه که اون سیستم پاداشدهی مغز ریواردینگ حالا مغز شماست اینه که اون بخش از مغز مسئول خواستن و حالا ایجاد انگیزه در فرده و اون اون موقع بیشتر فعال میشه و به تو انرژی میده که با تمام قوا بری و تلاش کنی و اونی که ولد کرده رو دوباره به دست بیاری بگیری بیاریش آره بخش دوم چیه؟ گفتیم سه تا بخش مغز خیلی فعال میشه تو کسی که باشون به هم زده شده و عاشق بودن بخش دوم بخش مربوط به حساب کتابه این خانم میگه که مثلا میشینی حساب کتاب میکنی کجای کار اشتباه کردم چی شد که اینجوری شد آره میشی با خودت فکر میکنی که چرا فکر کردم مثلا رقمیش میشه تا الان ما چقدر افتاد برای یوری یه صورت حساب میفرسته شما انقدر شام بده کاری انقدر آره. نهار بده کاری میگفتش که آره میشینی تایی سباک سنگی میکنی دیگه چی شده و بخش سوم میگه بخشی که مربوط به وابستگی عمیق به طرف مقابله میگه اصلا تمرکز و انرژی بیشتر میشه برای رسیدن به مطلوب از دست رفته یعنی میری بگیری بیاریش وابسته پارادوکس. تر میشه خیلی چیز دیگه پارادوکس بدیه ولی این اتفاق میفته این سه تا بخش سه تا بخش مغز فعال میشه بیشتر دوستش داری حساب کتاب میکنی که کجای کار اشتباه بوده و سه که بیشتر اصلا وابسته اون آدم میشی ولی یه خبر خوب داره که تهش میگم الان نمیگم آها. آه توی این چرخه آره. گنده به هم زدن آره بعد خیلی جالب میگه این تمام ویژگی های اعتیاد رو داره موقعی که به هم میزنی یا آره. عشق این وقتی که عاشق یکی و طرف باید به هم زده چون همش احساس نیاز میکنی که بری سراغ اون چیزی که شما رو تسکین میده اون رو دارن از شما دور میکنن بهش دسترسی ندارید اصلا اوضای بدیه میگه تمام ویژگی اعتیاد رو داره اخه و یه حس عمیق تو خودت حس میکنی که واقعا باید بری ببینی نیاز به دیدنش داری و در واقع عشق و نیاز با هم رابطه خیلی تنگ و تنگی دارن بله میبینی ببینی تو اینو آره. نهیدی و ایشون میگن که ما باید به همه حالا کالجا و مدارس و حالا سازمانه مختلف بگیم که عشق اتیا... یکی از اعتیاد آورترین مواد ده رو کره زمینه خب که در دسترس همه هم هست همه رو نمیدونم ولی در دسترس یه سری هست و آها بعد اینا یه گروه دیگه هم مطالعه روشون انجام دادن این گروه ادعا میکردن که مثلا ما مدت زمان طولانی 25 سال عاشقی بعد میگم ما مغز اینا رو که گذاشتیم زیر امارای بازم هم دیدیم همون بخش مغزشون فعاله یعنی در دروغ نمیگن این خب خبر خوبیه برای جهانیان دیگه که میشه 25 سالم عاشق بود آه. من خوشحال شدم اینو دیدم فکر نمیشه آخه فکر کن یورو از سر صفری زندگی بردیر بیاری به اندازی استان دستگاه دستگاه امارای بگید ببینم مغزت چطوره حالا این رو میگه فردا همه حالا دوست پسر دو زخده رو جنو هم یه قشن میگیرن میبرن میزن زیر امارای میگم حالا جالبه من میگم تو مغز این بابا چی میگذره من راجبه این موضوع که داشتم حالا ریسرچ میکردم و اینا من یادم 6 7 سال پیش ایران که بودیم یکی لفظی رو به کار برد که من اون موقع نمیفهمیدم منظور چیه بله. اون لفظه چی بود ایشون گفتن که مثلا فلانی با فلانی کیمستری داره این اصطلاحی که حالا انگلیسی ها خیلی به کار می‌برن بله و آدم من اون موقع که شنیدم پیش خودم یعنی چی حالا این چیه داستان ولی الان که اینا رو خوندم متوجه شدم که این دقیقا میگرده به همون بخش مغز که حالا دوپامین و سروتونین و اینا ترشح میکنه و اینا در واقع باعث میشه شما اون حس هیجان و اون علاقه و اون لذت رو داشته باشی و اون کیمستری احتمالا اینه یه سری حالت ها هست یه سری مواقع هست که شما یکی رو میبینی و با یکی در ارتباطی اون اونا توی مغز تو ترشح میشه و حالا جالب خود همین خانم هم که با همه اینجوری نیست یعنی ایشون که خودشون ختم این کارن و کلی مطالعه انجام دادن که چی باعث میشه که در واقع وقتی عاشقی چه اتفاقاتی تو مغزت میفته این همه مطالعه انجام دادن خودشون هم نمیدونن که چی باعث میشه که تو مثلا عاشق یکی بشی <applause> مثلا تو میری عاشق یکی میشی که سطح مثلا فرهنگی شبیه تو هوشی شبیه توه، نمیدونم به هم میاد یه عالم فاکتور مختلف هست ولی بازم مشخص نمیکنه که چی باعث میشه که شما عاشق طرف بشی و خب حالا این شرکت که اینجا خب خیلی بیشتر کار میکنن چیزهایی که مچ پیدا میکنن سایت ها اپلیکیشن هایی که مثلا تو باش میتونی آدم های مختلف رو ببینی و بری ببینی چه جوری اینا خیلی دوست دارن تیندر تور یا مثلا آره آره تیندر تور اه... تیندر برای کسی که باید بدون حتی همه برای... نه آره. کسی که نمیدونه اینه که شما سعی میکنید آدم توش پیدا کنید بعد به هم مسیج میزنید و دیگر میبینید آدمی که دلاخل. با هرکس شست پیدا بشه به نظر من نباید پیدا آره. بعد ایشون داشتن میگفتن که خب این این شرکت ها همشون چیز دارن یا علمه تیم ریسرچر خفن دارن و اینا مرتب تحقیق چون پولم دارن دیگه مرتب تحقیق میکنن که یه کاری کنن این مچ بهتر حالا انجام بشه و در واقع شانس مچ شدن آدم ها رو ببرن بالا دوستان اون فیچرها رو حالا بحث ماشین لرنینگی و اینا میشه که حسین هم راجع صحبت کرد دوستان سلام اون فیچرهایی رو اکسترکت کنن که واقعا موثره مثلا فیزیکی اخلاقی نفسات تحصیلات نژاد اینا رو باید بفهمند آخه ببین تو موقعی که دارید حالا از روی اپ و تکنولوژی و فقط یه عکس میبینی فقط فیزیکی دیگه تو نمیتونی از روی عکس بفهمی که طرف <applause> آره ولی خب آنه. بعضی از اینا یه اگه... اطلاعات دیگه میپرسه مثلا آره. چیه کجا زندگی میکنی نژادت چیه سیگار میکشی آ... بچه میخوای ام. اون میره توی مثلا یه, یه سری وبسایت های دیگه هست به نام مثلا ای هارمنی اینجا هست که برای آدمای مسنتره و خیلی جدیه اون مثلا واقعا هر کسی میره دیگه میخواد بره بگیره ام. این چیزه بونگای شادمانیه ولی خب به صورت خیلی پیشرفته ولی <تص> خب اولین چیزی که میبینی همیشه فیزیکیه دیگه من نمیدونم. من نمیتونم قبول بکنم که یه نفر میبینید خوشت میاد مثلا از ده ثانیه کسی نمیگه فیزیکی نیست همه دست به دست هم میده دیگه اصلا ممکنه تو یه اندامی رو ببینی دوپامین درش رو بشه ندونی چیکار بکنی آره اینو <تصفح> حالا اون اولش من گفتم که ترس و عشق ریشه یکسان دارن یکی و یه خانومی بوده که اون بخش مغزش غیر فعال میشه خب یه مریضی نادری میگیره اون بخش غیر فعال میشه و این خانوم تحت شرایط مختلف توی شرایط خیلی ترسناک میذارنش هزار مدل کار میکنن و مشخص میشه این خانم اصلا دیگه نمیترسه میزن لقفز ببرا خانم اصلا دیگه ایشون نمیترسه و حالا دو تا تئوری هست میگن که یا همون بخشی که مربوط به عشق اون بخش کوچیکی گفتم تو لایه پایینی مغزه مسئول حالا ایجاد ترس یا بخش دیگه ای هست که از این بخش اطلاعاتش رو میگیره رو این حساب اون بخشی که غیر فعال بشه شما دیگه نمیترسید ترس و درد و هیجان و لذت و اینا همش با هم رفتی یه جا کوچولو قایم شده <applause> حالا اون آره هم یه جای کوچوله و همش در واقع یه مفهومه و اینا رابطه تنگاتنگی و تنگی دارن اونجوری که حالا همه شعرا هم به زیبایی بهش اشاره کردن و میگه که این بخش کوچیک و مادر که ترشح میکنه شما تو حالت فایت اور فلایت که هزاران بار تو این <applause> هر هفته حالا آره. قبلا هرم موضوع بود الان آره. رسیدیم به فایت اور فلایت و حالا اون باعث میشه که شما مثلا استرس بگیری اضطراب بگیری لزوما بد نیست ممکنه کمکت کنه اون حالتی که توش قرار میگه فشار خونت میره بالا و میگه دقیقا عاشق شدن همین شرایط مشابه رو داره اون حالت رمزالود بودنش اون غیر قابل پیش بینی بودن اون جاذبه جسمی و حالا جنسی جنسی که به وجود میاد میگه فعالیت اون بخش مغز رو بیشتر میکنه خب حالا اینو ما بیایم بیشتر ربطش بدیم به کوکائین هیچی از اینجا به بعد افراد زیر 18 سال لطفا یه گوش دادن میخوام ببینم میکنه تو که م... م... ما... آقا بگم مردم زیر 18 سال گوش آقا من بید. که نمیگم برید کوک بزنید آه... که میگن خیلی شبیه قرص های ضد افسردگی عمل میکنه اینجوری که فرت فورت بیرو میدن اینا شبیه هم عمل میکنه سروتونین و دوپامین دارن جفتشون با یه ماده سومی که اسمش من ولی خب فرقش اینه که کوکائین خیلی سریعتره و درجا عمل میکنه اونا دوزشون خیلی کمتره و حالا اون حس خوشحالی و لذت رو تو فرد به وجود میاره انرژی بهش میده اعتماد به نفس میده و کلا اصلا از یه سری کارا لذت میبری اگه خیلی کارا دیگه کوک زده باشی ایشون مثالی که زده بودن رابطه جنسی البته این مال تتاکی نیست دیگه اینجا خارج شدیم ازش حالا خلاصه کلا دوپامین و لذت با هم رابطه خیلی تنگاتنگی دارن و جالب اینه که حافظه ما هم یادش میمونه که چی... چه کاری بوده که به تو لذت داده دلیل اینکه آدم آدمو معتاد میشن اینه کوکائین میزنن کوکائین دوپامین و... میده آره سروتونین و اینا داره این باعث میشه که شما حس لذت بکنی باعث میشه که از زندگی لذت ببری از انجام یه سری کار لذت ببری و مغزم حافظش یادش میمونه که چه کاری بوده که اون لذت رو به وجود آورده که از تو میخواد که بری اون کار رو انجام بدی این خیلی بهم میگن آره خیلی خلاصه و آمیانش اینه حالا خیلی پیشیده تر از اینه خیلی اینجوری که من و ایمانم بفهمیم این میشه اعتیاد یعنی این یا که اعتیاد رو داریم آره میگن که شاعرم گفتن که هروین منی تو بل بقیش میگن داری الان یک و یه وقت نری دو خیلی پرمعنی و حالا کلا وقتی این مواد شیمیایی تو مغز جا و جا میشه این حالا سروتونین و دوپامین من که خیلی پر مفهوم میگفتم بیا شقم کن بیا عاشقم کن بیا درست ما آقای بینیم و آدوری بیا شقم کن <تصفح> بعد میگه اینا آدم نامتعادل خیلی مودی میشه این مواد شیمیایی که تو مغز جا جا میشه و تصمیمات ناعاقلانه میگیری که تصورش هم ممکنه نکنی خب به خاطر اینکه یه سری در واقع احساسات دیگه میان جایگزین میکنن دیگه یعنی اون آره. قسمتی که گفتی که توی مغز هستش و خیلی چندین ساله که داره همینطوری رشد میکنه و بزرگترو میلیون ها ساله که داره بزرگتر میشه وقتی تو بهش یه ف... بزرگتر استروید بزنی نه منظورم اینه که داره آره دیولوب شده آره. و خیلی خوب کار میکنه الان وقتی بهش یه دونه استروید هم بزنی اینطوری با کوکائین خب دیگه اصلا کلا مغز و کلا تعطیل میکنه دیگه آره. حالا من بگم تا الان چی ها گفتیم ما تا الان عشق رو معرفی کردیم که تاثیرش اون مغز چیه گفتیم اون بخش مغز دوپامین ترشح میکنه و شما احساس لذت میکنی و این داستانه و اوایل رابطه و اون رابطه های خیلی عاشقانه اونجوری اون بخش مغز خیلی فعاله بعد اومدیم گفتیم که کوکائین هم دقیقا همون بخش مغز رو فعال میکنه و خیلی قویه و بلافاصله شما بعد اینکه بزنید اون بخش مغزتون فعال میشه بعد اومدیم چی گفتیم گفتیم که اعتیاد چیه در واقع مغز یادش میمونه که چه فعالیتی بوده که به شما اون حس لذت رو داده و اون رو مرتب از شما میخواد و حالا اینا رو داشته باشیم از اینجا به بعد میخوایم بگیم که ترک اون اعتیاده چه مشکل رو یا میتونه به وجود بیاره یعنی اگه عاشق میشید عاشق نشید یا چی میشه آره این جمله رو شاید یه سری ها شنیده باشن جملات یونیورسال یعنی تو همه دنیا ظاهرا بر به هم زدن این جمله ها رو به کار آره. میگن که از تو از... همه نظر عالی هستی من مشکل دارم من مشکل دارم یا اما نه برای من آم. نیاز دارم خودم رو پیدا کنم این خیلی کاربردیه نیاز دارم خودم رو دوست داشته باشم تا بتونم تو رو دوست داشته باشم اوکی اینکه حس میکنم احساس تو بیشتره من نمیخوام به تو آسیب بزنم صد درصد یه سری دارن تو ذهنشون مرور میکنن حالا اینا رو که میشنوی میدونی داره با هم میخوره دیگه رابطه اگه که میخوره... شما بگید که از با چه جمله استفاده میکردین برای به زدن اینو با هم, این هم بگید چه جمله استفاده کردن رو شما که به هم بزنن آره این و میگه وقتی که داری با هم میزنی دقیقا شرایطی رو به وجود میاره که ترک اعتیاد برای شما به وجود میاره اون درد و رنج دوری رو به وجود میاره چرا چون تو کنار معشوقت مطلوبت که بودی اون دوپامینه ترشح میشد دیگه نیستی کنارش ولی مغزت یادش مونده که تو چه فعالیتی دوپامین ترشح میشه <applause> از تو میخواد اونو و تو انرژی بیشتری میگیری که بری و اون آتش تو سیرام کنی آره و آها اینو خبر خوبیه که گفتم میگم فرقش با ترک تا الان کماش خوب بوده من اخبار خوبی بوده حالا به هم زدن فرقش با ترک اعتیاد این انگلیسی ها میگن مثل رولر کوستره این چیزاست که هی چیزای شهر بازی که هی ترن هوایی آره اینا ای بالا پایین داره ولی مثلا کوک تابستون رفته ولی پاییز چه اینا که کوک میزنن مثل که همش میخوان ولی این عشق اینجوریه که یه مدت ممکنه شما خیلی بخوای ولی به مرور بالاخره کم میشه و ام. حالا شما اگه صحبت کنید با اونایی که خیلی به همای سنگین زدن مثلا طرف میگه من این ماه خیلی حالم بد بود صبح تا شب گریه من اصلا, اصلا یه جا دیگه خواب بیدار شدم و دیگه حس کردم تمام شد کندم انداختم دور رو با یکی دیگه دوست شدم بعضی که خیلی زودتر فورت الان مود شده به هم میزنم میرن یه دیگه ازدواج میکنه. این کجا بود زیاد دیدم رونالدینیو یا بعد داستانی که خب ببین ما آدما میلیون ها سال 6 میلیون حالا به تفاسیری طول کشیده که به این موجود علانی برسیم و دلیل داشتی که ما موجودات غالب رو کره زمینی مثلا گاو موجود غالب نشده مغز ما یه مدل بهتری تکامل پیدا کرده و این همش نشون میده که ما خیلی قدرت داریم و خیلی آدم های آدم خیلی موجودات فلکسیبلی هستیم خیلی منعطفیم که انعطاف پذیر آره خودمون رو با شرایط سخت تطبیق بدیم مثلا یه جا غذا کم میشه رو میاریم به یه ماده غذایی دیگه یه جا آب و هوا عوض میشه هم لباس درست کرده انسان اولیه اینم هم همینه شرایط سخت عاطفی که پیش میاد مغز راه خودشو بالاخره پیدا میکنه باید. مهاجرت میکنی دیگه تمام عشق و علاقت و گذاشتی یه جا دیگه اومدی اون حالت هم باز مغز راه خودشو پیدا میکنه و شما به راه, شما به راه خود ادامه میدی یعنی که زیاد نگران نباشید دیگه اگه عاشق شدید یا به هم زدید آخر دنیا نیست آره. یه کوکائینیه که اومده و داره میره هروئین آره هم نزنید بعد حرف آخر این که امیدوارم همه تجربه کنن که همزمان با یه نفر دیگه مغزشون این دوپامین سروتونین رو ترشح کنه و تا زمان یک سال و خیلی چیزای هم میتونه با هم ترشح بکنه آره ولی <applause> ولی بازه زمانیش یکسان باشه یعنی این نباشه که یکی زودتر تموم کنه در واقع متوقف کنه اون ترشح کردن اون یکی هنوز متراشه بشه <applause> هنوز یکی اونو تجربه کنم و هم زمان حالا اگه زمانش 50 سال 50 سال اگه یه هفته است یه هفته ولی با هم به نظر من بهتره نه یکی زودتر قزم که تموم شد بعد از خب شد شما یه سوال بپرسم از این دوستانی که دو تا بچه خبری نداری گرفتنشون یا یعنی نه 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 میپرسن خبر اینا هر دو اینا هستن ما شما رو حالا آپدیت میکنیم اگه ما <laughs> افتاد چند تا نکته ما بگیم اول اینکه هفته نهم هفته بعدی میشه هفته دهم و هفته 11 یه یه هفته بریک بگیریم بگیریم آره یه کوچولو بگیریم کارون داره میره جایی و من هستم اینجا سفت ولی خب به هر یه هفته یه قیبت کوچیک سقرا میکنیم ولی دوباره برمیگردیم تا هفته 20 میریم دیگه آره یه تک میریم هفته یازده هم اون هفته ای که برمیگردیم هم احتمالا یه چیز اسپشال داشته باشیم به خاطر اینکه داریم. تولد خودکسته به ما بگید که اگر که چیزی به نظرتون میاد اینو حتما به ما بگید ما سعی میکنیم انجامش بدیم بعد دیگه دیگه چی داریم؟ یه چیز راجعه این قسمت بگم بگو اونا اگه کسی دوست داشت، حالا تو شرایط سختی به هم زده بود باهاش به هم زده شده بود یا داشت حالا داستانش رو تعریف کنه میتونه به ما بگه کوتاه بعد ما پخش کنیم به کار میاد من حس به کار خیلی ها میاد اونجوری ها من نگاه نکنیم و من الله توفیق و ید الله این چیزی که خیلی ها ممکنه آه. باش دست و پنجه نرم کنن این به کار مید. ما این هفته کلا رو مغز تمرکز داشتیم دیگه ایمان راجع به خاطرات بعد و اینا گفت من راجع عشق و کوکائین و مغز گفتم هفته دیگه میرم رو کلیه <applause> هفته بعد من بازم رو مغزم نه نه من کلیه رو میخوام من ولی رو مغزم موضوع جالبی دارم ولی خب ما توی تمام فضای مجازی اسم اون خودکسه توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب و اگر هم میخواین می ما مستقیم داشته باشین ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که اونجا میتونیم پیام های صوتی تصویری نوشتاری هر چی دوست دارید بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ